DMT ماده‌ای که تو بدنتون وجود داره دقیقاً پشت این نقطه که وقتی میمیری تولید میشه. تو جنگل‌های پرو و آمازون رو شراب ارگانیک است که بهش میگن آیاسکا. وقتی اون شرابو می‌خوری بدونی که بمیری تو بدنت DMT تولید میشه. بعد خب بدن آزاد میشی، میتونی بری یونیورسو بچرخی با انتیتی‌های دیگه حرف بزنی و کل پکیج. به عنوان یه وظیفه در واقع به دستور میدم که بری این سریالو ببینی. این دفعه پیشنهاد و ریکام نیست، یه فاز دستوری گرفتم. البته احتمال داره بعضیا متوجه نشید تو این سریال دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، که which is کاملاً اوکیه و دو بار هر اپیزود حداقل باید ببینید. با یه دید باز مثل دفتری که تازه میخرید وارد این دنیا بشید و سعی کنید که بفهمید داره باهاتون حرف میزنه. یه بار روحتون رو توی این تجربه بشورید و بذارید اکسپریانس کنه این 8 قسمت رو. در واقع همین یه بار این کلمات رو بشنوید، این تصاویر رو ببینید، خودش مدیتیشن تریپی بسیار عجیبه. سریال میدنایت گاسپل دیپ ترین میدیاییه که من تو زندگیم تا حالا دیدم و تقریبا مطمئنم که مثلش نیست و تو تاریخ بشریت تکه. در واقع ته داستانه دیگه، ته داستانه. تاکید میکنم من تا حالا هیچ میدیایی مثل این ندیده بودم. این اصلا خوشحالم که همچین چیزی تو ریالیتیم هست. داستان سریال در مورد شخصیتی به نام کلینزی که در واقع یه یوتیوبر سطح یونیورسه که میره تو سیمولیشن یونیورسای مختلف با انتیتی‌های مختلف مصاحبه میکنه، میذاره تو یوتیوبش که اینجا بهش میگن اسپیس کاست. خب هر قسمت در مورد یکی از اسپکت‌های زندگی کانشسنس، مرگ، دراگ، مادر، همه چی جنرالی میتونم بگم چیز بسیار ژرفی، اصلا قابل توصیف نیست، باید تجربه کنید. به حدی کسایی که اینو ساختن کریتیون که تو زیاد فرصت فکر کردن نداری، ذوب میشه کریتیویتی یارو. چیز جالبی که داره اینه که نگاه کردن این سریال یکم سخت، هر اپیزود دو یا سه بار باید دیده بشه. یکم سخت دیفرنشییت کردن بین تصاویر و دیالوگا. من بعضی جا فوکوس میکردم رو تصویر که وات د فاک داره چی میشه، بعضی جا صرفا چشام با بود، بیشتر داشتم گوش میدادم که دارن چی میگن. سریال یه هایبریدی از پادکست های دانکن تراسل و میکسش با انیمیشن بسیار تریپی، بسیار سایکدلیک، یه تجربه سورال، یه جورای پادکست رو استرویده. جالبه بدونید 7 سال طول کشید این 8 قسمت رو بسازم. اول هر قسمت کلینزی که اینجا یه جورای رپرزنتیشن خدا در قالب پسر جوونه سرشو میکنه توی چیزی که شبیه واژن گنده است و توسط سیمولیتور فرستاده میشه به سیاره مقصد. فریم به فریم سریال متافور رپرزنتیشن های مختلف و کالچرهای مختلف که خیلی جینیس، اصلا نمیدونم چه جوری این کارو کردن. یعنی لیدرلی فریم بای فریم متافورها، یعنی میتونی پاز بگیری هر فریم و اون سمبولو ببینی، بری تو اینترنت یه بار دیگه سرچ کنی، باز مغزت بترکه. قسمت 5 و 8 قسمت آخرش به نظر من تاپ بودن تو این سیزن. تو اپیزود 5 اینه که اگه قلبت به سبکی پر نشه بعد مرگ، انقدر اون سایکل تکراریو بعد ادامه بدی که قلبت به سبکی پر بشه. من خیلی کلی دارم میگم، همه اپیزودا نکات بیشتری دارن. اپیزود آخرش که اگه بشینید پاش احتمال زیاد چشتون اشکی شه، مخصوصا برای کسایی که مادرشون از دست دادن، پادکست واقعی دانکن و مادرشه. اما مادرش سال 2013 مرده، این دو قسمت پادکست رو قبل مرگش ضبط کرده بودن که تو این قسمت استفاده کردن. یکم تایم لازم دارید بعد هر قسمت که هضم کنید چیزی که بهتون پروجکت شده، پس بین هر اپیزود به خودتون یه وقتی بدید. دوست دارم با این سریال مثل یک کتاب رفتار کنید. اول اپیزود گفتم این مسائل خیلی پرسوناله، مثل انیمیشن نگاش نکنید صرفا رچید، فوکوس کنید، قشنگ درس زندگی هر 8 قسمتش. یه نکته جالب کفشاییه که کلینزی از یونیورسای مختلف می آورد. دقیقا نمیدونم پلنش با اون کفشا چیه، احتمالا سیزن 2 میفهمیم. اما خیلی متافور اینه که بی سامان السس شوز که فارسیش میشه خودتو بذار جای یک کس دیگه، که در واقع این میرفت توی یونیورس دیگه، تقریبا چند ساعت با یه نفر راه میرفت و از پرسپکتیو اون دنیا رو نگاه میکرد. در کل راهی که این دنیا داره میره رو دوست دارم. مرسی از نتفلیکس که میدونه پولشو کجا خرج کنه. آقا دقیقاً قبل این سریال من دقایق گرانبهای دهه 20 زندگی مو سریال تو هات تو هندل رو نشستم دیدم، بعد از اون یهو رفتم اینو دیدم، مغزم کش اومد. امتیاز من به سریال میدنایت گاسپل 10 از 10. برام کامنت کنید که آیا دوست دارید یه ویدیو این دپتر در مورد اپیزود این سریال ببینید یا نه. سابسکرایب کردن چنل، لایک ویدیو این چنل رو ساپورت میکنه. استوری اینستاگرام دنبال کنید و پیج اینستاگرام. تا بعد، فعلا.